سلام دوباره رفقا، امیدوارم که حالتون خوب باشه. سیاوش هستم و همونطور که میدونید اینجا کانال ریل سیاوش و خیلی خوش اومدید به چنل خودتون. رفقا اومدم با رامشا شفا. حالا نمیدونم، احتمالا همه تون میشناسیدش، خواننده زیبا خوش چهره افغان که صدایی به شدت بهشتی داره و اومدم به یه اجرای زندهش که در رابطه با مسئله مهسا امینی و فرخنده هایی که قربانی جهل شدند. فرخنده هم که قطعا همتون میشناسید، دختری که به دست شوهرش سنگسار شد، مردم تو خیابون کشتنش، در واقع سنگسارش کردن و کشتنش به جرمی که بعدا مشخص شد مرتکب نشده. وقتو از دست ندیم، بریم کار اجرای رامشا شفا رو گوش بکنیم که به زودی هم قراره منتشر بشه. یکی ببینیم و بریم. خب رفقا، این کار به زودی منتشر میشه. بریم ما یک دقیقش رو که رامشا شفا با یک لباس نظامی آمریکایی اجرا کرده ببینیم چیه. هزار سال است که به گوش بشر میخوانن جهان کارگاه خداست. یکی میگه شیطان فریبت میده، یکی میگه دوزخ پر از اژدهاست. خب یک مسئله رو بگم، اونم این که صدای رامشا شفا رو شنیدید و لذتشو که بردید قطعا میدونم، و چیزی که توی شعر منو جذب کرد این بود که میگه هزار ساله که به گوش بشر دارن میگن که این دنیا کارگاه خداست، یعنی اون بنا کرده، شیطان گولت میزنه، یه اژدها هم تو جهنم قراره خشتک تو بدره. و گویا قراره توی این آهنگ این توصیفاتی که شده رو نقض کنه. میگن که خدا مهربان است، ولی هزار سال است از بهشت رانده ایم. یکی دیگه یک سیب چید از درخت، ما باید که تاوان شب پس بدیم. خب میگه میگن که خدا مهربون و فلان، ولی هزار سال ما از بهشت رونده شدیم، بعد یه نفر دیگه یه سیبی خورده، بعد ما باید تاوانشو پس بدیم. خب این یه تناقض دیگه، یعنی اصلا درست در نمیاد. تو بگی آقا یارو مهربونه، بعد بری تم دیدیش زرت میخوابونه زیر گوشت. این تناقضه، یعنی که شما داری اشتباه داشت اوج میگرفت دیگه. بریم ببینیم چی میشه بعدش. اینم تنظیمش با شهرام فرشیده دیگه، خودتون متوجه کیفیت شدین دیگه قطعا. یه بار دیگه اینجا رو گوش کنیم. دیگه یک سیب چید از درخت، ما باید که تاوان شب پس بدیم. در این اعتقادی که حتی خدا گهی دشمنی بنده هایش میشه. میگه تو این اعتقادی که بعضی وقتا خدا دشمن بنده هاش میشه، مجازات یک تار موی زنان سگ چار چشم جهنم. مجازات یک تار موی زنان سگ چار چشم جهنم میشه، یعنی چی آخه؟ کلن اسلام نه، بین مسلمونا به خاطر شرایط زندگی کردنشون، آموزش اشتباهشون، کلن بیمار جنسی میتونم بگم 90% جمعیت مسلمان ها رو تشکیل داده، بیمارهای جنسی، به خاطر سبک زندگی اشتباه و آموزش سیستم آموزشی اشتباهش. بریم ادامهشو. نگه اگه نمازم میخونیم واسه حرص و جوش بهشت ریدی، نمازی که خوندی اگر واسه یه بهشت داری میخونی، با هرس و جوش بهشت داری میخونی، خاک تو سرت. بهشت پر از حوری لخت و عور، بهشت نیز
خوب بودین آخرش. My passion is over. چی؟ خیلی خفم بود. چقدر این بیت آخرش خوب بود. میگه بهشتی که پر از زنای لخت و اور بهش نیست، بازار زنباره هاست، یعنی بازار کساییه که زنبازن. دقیقا همینطوره، دقیقا همینطوره. به نظر من پشون چرا خوب بود این تیکه آخرش. شاعرش هم حمزه شربتیه عزیز که واقعا شعرهای خیلی خفنی داره. یه مسئله دیگه بچه، چند تا عکس از رامشو شما پخش شده بود که پشت میله‌های زندان توی آمریکا و اینا کلی شایعه ساختن واسه ویو گرفتن و فلان و اینا، که این الان تو زندان و این داستانا، گرفتنش به چه جرمی، اینا ضرب و شتمش کردن، چشش کبود بود و این داستانا، که اومدم اعلام بکنم که این مال یک موزیک ویدیو که از چنل یوتیوب دایو استودیو منتشر شده، که بریم با هم دیگه ببینیم و روش صحبت بکنیم. رامشا شفا، شهرام فرشید. اون عکس پخش شده بود. به به، این ویدیو به عنوان تیزر منتشر شده بود، اما خب مردم یه سری ریاض سوء استفاده کرده بودن و گفته بودن که این کار عکس ها مال اینه که رامشا رو گرفتن و فلان ها این داستان ها، حاشیه درست کرده بودن. coming soon، به زودی میاد این کار خفن و قراره ببینیم و کلی لذتشو ببریم، پس منتظرش هستیم شدید. خب رفقا، امیدوارم که لذت برده باشید و به شدت رامشا شفا رو تایید میکنم، کارشو خیلی صدای خفنی داره. برای شما هم آرزوی بهترین ها رو دارم. اگه دوست داشتید کانال من سابسکرایب بکنید، سعی کنید واسه آزادی بجنگید، باج ندید به هیچ آدم عوضی و پستی. دوستتون دارم، مراقب خودتون باشید و خدا نگهدار.